بنا به گزارش‌های رسیده از تهران، کارخانه ایران سوئیچ سازنده انواع تابلوهای برق تمامی 250 کارگر قراردادی خود را اخراج کرده و کلیه مزایا حتی صبحانه آنها را قطع کرده است و فقط 50 کارگر رسمی باقی ماندند که آنها هم منتظر اخراج تا شب عید هستند. از همدان خبر رسیده که تولیدات شرکت پایاتک همدان 8 ماه است متوقف شده است. این تولیدات شامل یخچال، لباسشویی و سایر لوازم خانگی بوده است. مدیر این شرکت میگوید قیمت مواد اولیه مورد نیاز این شرکت نظیر برد که از ایتالیا وارد میشد از 70,000 تومان به 400,000 تومان رسیده است. مشتریانی که 5 سال قبل دستگاهی را به قیمت 100,000 تومان خریده اند امروز قدرت خرید قطعات آن را به قیمت 400,000 تومان ندارند. رکود بازار از یک سو و واردات اجناس خارجی از سوی دیگر صنایع داخلی را یکی بعد از دیگری با کمبود نقدینگی روبرو کرده و به ورشکستگی کشانده. این وضعیت بحرانی تمام صنایع را در نوردیده است. کارخونه‌ای که حقیقتاً 100% با تمام ظرفیت مثلا کار کنه کامل باشن الان حقیقتاً خیلی انگوش شماره. یعنی اون کارخونه‌ای که زنده دارن کار میکنن، یعنی کار میکنن. بعضی کارخونه اکثرا مثلا در شواز شما میبینیم مثلا گروه مبارک و گروه پلیمر که اونا کارخونه هر کدوم شون زیزت و کارخونه هست. حالا دیگه من نمیدونم این کوشکرم مثلا تعطیل که چون در رابطه ما ازش خرید میکردیم و اینا کارخونه بوشهرچرم شرکت شبکه صنعتی بوشهر کارخونه زیاد کارخونه که زنده مثلا کارخونه میخوام بهتون بگم الان حقیقتا خیلی انگوش شماره. علاوه بر این خبری هم داریم از کارخانه تولید کفش امیدپاها در بوشهر که به طور کامل تعطیل شده است. مشکل این کارخانه کمبود نقدینگی است که مجبور شده از 100 کارگر 90 نفر را اخراج کند و بقیه هم منتظر اخراجند. در شیراز هم کارخانه تولیدی مواد شوینده در شهر صنعتی بزرگ شیراز به دلیل مشکل نقدینگی و نداشتن مواد اولیه و عدم امکان تولید به طور کامل تعطیل شده و همه کارگران خود را اخراج نمود. علت اصلی تعطیلی واردات ارزان قیمت جنس‌های بنجل خارجی است. این در حالی است که رژیم تبلیغ می‌کند اوضاع تولید در کشور بهبود یافته است. اصلا اینجوری نیست که اینها صحبت می‌کنند. من همون روبرو خودم کارخونه روبروی خود من الان تعطیل یه نه کار نکرده. عرض کنم به خدمت جناب عالی کارخونه دقل دستی من که مواد شویندن بدبخت ورشکست کرده تمام زندگیش گذشته روش تعطیلش کرده رفت. همین بغل دست خودم دو تا مغازه و ورشکست تو هم خیابون ما چیزی حدود 10 تا 15 تا کارخونه بیاید نشونه بدم یه تو خیابون ما خیابون 205 10 تا 12 تا کارخونه بیاید نشونه بدم که اصلا لک لک یا اصلا درش شل زدن یا لک لک میکنن. من کارخونه آزمایش تو شیراز میدونم که الان چند سال درش شل زده رفته اصلا دیگه هیچ کاری هم نمیکنه که بزرگترین کارخونه که حداقل 2000 تا کارگر داشت. همین جوریه بیا نگاه کن. هر چی آدمی که بدبخت یه پولی داشته آورده گذاشته نابود کرده رفته بعد به همه زندگی شد. این صنعت فقط نابود کننده. آره اونا حرف راست نمیزنن، میگن نه همه کار میکنن فلان بسار دروغ میگن.